تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم. هر آیه رو چند دقیقه تفسیری ساده روان فشرده قطعه‌ای داریم. به جزء 10 سوره انفال آیه 73 رسیدیم. آیه رو بشنویم. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. در آیه قبل رابطه ولایی رو بین مؤمنین فرمود که می‌فرماد که کسانی که آمنوا و هاجروا و جاهدوا، مردم که اهل ایمان و هجرت و جهاد هستن با مال و جان، نمونش مردمی که از مکه به خاطر ایمان هجرت کردن به مدینه جهاد کردن با مال و جان، یا مردم که خودشون هجرت نکردن ولی مهاجرین رو پناه دادن، والذین آووا و نصروا، بعد میگه اولئک بعضهم اولیاء بعض. اینها آدمای مکتبی ارزشی، اینها به هم حق ولایت سرپرستی دارن. این 72 بود. 73 میگه والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کفار هم نسبت به هم دیگه، اینا که کفر دیدن اینا یار هم دیگه هستن. خب کفار دم همو دارن، شما هم باید دم همو داشته باشید. کفار منسجمن، شما هم منسجم باشید. بعد میگه الا تفعلوا، این الا تفعلوا اگر انجام ندید. اگر انجام ندید چی انجام ندید؟ تو آیه قبل 3-4 تا چیزی بود. ای الا تفعلوه به همه اونا میخوره. یکی که الا تفعلوه یعنی اگر طبق دستور خدا مبنی بر رابطه ولایت بین مؤمنین عمل نکنید، با کفار پیوند داشته باشید، فساد بزرگی هست، چون اونها ما هم متحدن و شما متفرق. در آیه قبل فرمود که مؤمنین نسبت به همدیگه ولایت دارن، بعد میگه الا تفعلوه اگر این ولایت رو نداشته باشید، اگر این انسجام رو نداشته باشید، اگر این حمایت و مودت رو نداشته باشید، فتنه میشه. فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، فتنه میشه و فساد بزرگ میشه. دم همو داشته باشید، دم همو نداشته باشید، منسجم نباشید، فتنه میشه، یعنی کفار میخورنتون، میبلعدنتون، نابودتون میکنن. پس ای الا تفعلو به اون ولایت میخوره. چون در آیه 72 سوره انفال فرمود ای مؤمنین، مهاجرین، انصار با هم باشید، به هم پیوند بخورید، بعد میگه الا تفعلو اگر به هم پیوند نخورید، که الا تفعلو به اون پیوند میخوره. یک. دوم این که در آیه قبل الا تفعلو به جمله بعد بخوره. جمله بعد فرمود و انستنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگر یه گوشه از کره زمین مسلمان‌ها از شما کمک خواستن، شما مرز نشناسید، لهجه و زبان و مرز رو ول کنید، برید کمکش کنید. بعد میگه الا تفعلوه، اگر جای مظلومی از شما کمک خواست، کمکش نکردید، فتنتون فی الارض، در زمین فتنه میشه، یعنی کفار اون چند تا مسلمانو که تو اون کشورن در اقلیتن میکشن، و فسادون کبیر، یا فتنه و فساد میشه و یا مجبور میشن که یا قتل عام میشن مسلمان‌ها، چون مظلومن از شما کمک خواستن، شما بود کمک کنید، اگر کمک نکنید یا اونها قتل عام میشن یا از اسلام برمیگردن. که الا تفعلوه به کمک شما میخوره، ای مسلمان ها هر جای کره زمین مظلومی از شما کمک خواست کمکش کنید، کمک نکنید فتنه و فساده، یعنی یا اونها قتل عام میشن یا از دین برمیگردن. که الا تفعلوه به انستنصروکم میخوره، یا الا تفعلوه به جمله سوم بخوره. چون تو آیه قبل 5 سطر بود، چند تا مطلب داشت. یه مطلب این که مؤمنین با هم پیوند بخورید، اگر پیوند نخورید فتنه و فساده. جمله دوم اگر گوشه ای از کره زمین از شما کمک خواستن مؤمنین، کمکش کنید، کمک نکنید، این مؤمنین اقلیت در اون منطقه که از شما کمک خواستن، اگر کمکشون نکنید قتل عام میشن یا از دین برمیگردن. جمله سوم اینه که الا علاقه من بینکم، اما اگر بین شما و اون اکثریت کافر یه پیمانیست که دخالت در کار همدیگه نکنید،
اگر خواست بشید به خاطر حمایت 2000 تا مسلمون پیمانتون رو بشکنید، وقت اونا بتیج میشن کفر علیه شما الا تفعلوها، یعنی اگر رو پیمان رعایت نکنید بگید آقا من میخوام اینو نجات بدم. خب میخوای نجات بدی؟ بله. میگه قرار نداشتیم شما در امور داخلی ما دخالت نکنید، ما تو کشور خودمون میخوام مثلا این 2000 تا مسلمون رو محرومش کنیم، آب و برق و گاز رو میخوام یه در مزیقه قرار شدیم، بره حجابشون، بره نمازشون، بره مسجدشون. شما اگه خواسته باشید این 2000 تا رو کمک کنید، کل کشور کفار علیه شما بسیج میشن. به هر حال الا تفعلوه به همه قابل تطبیقه. خب این هم آیه 73. بریم سراغ آیه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.